روی اکثریت جامعه ما امروز در فقر مطلق به سر میبرن. کی میخواد همچین کاری بکنه؟ پس این میشه سنگ بزرگ که نشون نزدن پس نکنیم. نه، وقتی نیروی بزرگ آماده اعتصاب باشه، یعنی کل کشور رو میتونیم در کمتر از 48 ساعت فلج بکنیم. فقط ما چی نداریم؟ همون برنامه رو نداریم. وقتی برنامه مدون داشته باشیم، چون اکثریت فقیرم در جامعه دنبال راه نجات هستن، دیگه نیازی به منابع مالی 6 ماهه و 7 ماهه و 1 ساله نداریم. این راهکار داره، ولی خب قطعا راهکارشو در پابلیک نمیشه بیان کرد. بذار من یه جمله دیگه بهش اضافه کنم صحبتینو کمالپور. در دوره 57 دوستان بس، اصلا داستان 57 دیگه احتمالاً همه ایرانی ها شاید به این نتیجه رسیدن که داستان یا فاجعه 57 یک توطئه جهانی بود، یک برنامه ریزی جهانی بود از طرف کمپانی های بزرگ اتفاق افتاد و مهره هایی که در داخل سیستم اون روز ایران وجود داشتن، حالا چه در بخش دولت و حکومتش و چه در بخش های اداری و سازمان هاش، و این یک خواسته جهانی بود. ضمن اینکه اون پولی که چون کمانپور توضیح دادن، اون پولی که اون روز هزینه شد یا به اسم خمینی داده شد یا به قول معروف گروه های مختلف به نام انقلابی اینا رو تأمین کردن، اونا پول دادن که ناراضی کنند مردم راضی رو. ما ایرانی ها متاسفانه میگم اینم باز یکی از ایراداتیه که توی ما ایرانی ها هست، اینه که خیلی زود من شخصی خودمون رو ارجحیت میدیم به منافع ملیمون، خیلی زود پا رو همه چیز میذاریم. و متاسفم که اینو بگم، حالا شاید همه دوستان به این نتیجه شاید رسیده باشن، شاید هم نرسیده باشن، ولی در بین ایرانیان تا دلتون بخواید ما خودفروش و مزدور داریم. حالا مزدور یه تعاریف خودشو داره، ولی نمیدونم چه اتفاقی برای ما ایرانی ها افتاده که با پول راحت پا رو همه چیز میذاریم، پا رو وجدانمون، پا رو ایمانمون، پا روی کشورمون، پا روی وطنمون، پا رو همه چی میذاریم. دیدید دیگه توی اپوزیسیون از صبح تا شب دارید نگاه میکنید آدمای مختلف رنگا به رنگ که میان واقعیتی که توی جامعه داره اتفاق میفته رو سعی میکنن برعکس جلوه بدن، سعی میکنن به یک راههای انحرافی ببرنش. فقط با پوله. شما فکر کنید مثلا یک کسی مثل علی افشاری از روی باد معده میاد هر روز یه همچین کارهایی میکنه؟ یا مثلا دیوانه است خلوچله؟ نه، اینا پول پشتش خوابیده. علی افشاری ها، مسعود قمی کلایی ها، نرگس توپل ها، نمیدونم نسرین ستوده ها، حشمت تیرکش ها، رمسال ها، اینها با پول کار میکنن. حالا اون روز هم کارگر ایران تامین بود، هم معلمش تامین بود، هم نمیدونم کشاورزش تامین بود، هم مردم شهرنشینش تامین بودن. بنابراین این پول ها رو دادن که راضی ها رو ناراضی کنن و یک قشر ناراضی رو درست کنن. اما امروز دیگه به قول جناب کامپور احتیاج به اون مطلب نیست، چون از 85 میلیون جمعیت ایران 80 میلیونش ناراضی هست. حالا اون 5 میلیون هم که دیگه خودتون میدونید که هستن. بفرمایید. ببخشید من اینم تکمیل کنم. یوری بزمنوف میگه در زمانی که ما با حکومت شاهنشاهی میخواستیم بجنگیم، فقط موفق شدیم با فریب افکار عمومی از پخش شایعه و هزینه در این مسیر پیروز میدان بشویم. آقای پرویز ثابتی در کتاب در دامگه حادثه میگه توده‌ای ها جلوی گورستون وامیستادن، جنازه مردم رو با 5000 تومن 10000 تومن میخریدن، میرفتن زیر تابوت رو میگرفتن، میگفتن اینو ساواک کشته. اون آدم، اون جوونه، اون کسی که داشت اپیاده رو میرفت یا بالا سر قبر خانوادش ایستاده بود، نمیدونست که اون یه پیرزنه یا یه پیرمرده، فقط فریاد رو میشنید. در ضمیر ناخودآگاه افراد جامعه تأثیرگذاری تبلیغاتی با پخش شایعه انجام دادن، رو این هزینه کردن و بردن. بفرمایید. بنده فرمایشات شما بزرگواران رو شنیدم. یکی از مباحثی که واقعا کلیدیه و میبایست بشه
پرداخت بشه، این واژه‌ای به نام هویت، هویت ما ایرانی ها با توجه به این 14 دهه‌ای که تغییر تحولات شده و در حقیقت دستخوش بسیاری از حوادث مذهبی و سانسورهای تاریخی شده، به گونه دیگر در این نسل جدید تعریف و تحلیل شده و این نسل ما دچار یک مسخ تاریخی و اجتماعیه. با توجه به رویدادهایی که در 14 دهه اخیر اتفاق افتاده و تمامی این تغییر تحولات، این بازگشت به هویت و همونطور که شاهزاده رضا پهلوی می‌فرمایند بازگشت به عظمت بزرگ ایرانی، یک جهش بسیار بسیار بزرگ و همچنان سنگین و شاید با توجه به تمامی این موانعی که در سر راه ما وجود داره در حال حاضر بسیار سنگین باشه. آیا شما بزرگواران به عنوان مبارزگران سیاسی در این حیطه راه حلی یا راهکاری دارید که ارائه بدید؟ سپاسگزارم. ببینید، راهکار و راه حل رو من بیام خیلی ساده بخوام اینو به خدمتتون بگم که البته فکر میکنم که اکثر همیهنان با این موافق باشن. اولا یه مثال بزنیم. در زمان رضا شاه بزرگ، زمانی که رضا شاه بزرگ حکومت رو به دست گرفت در ایران و اون سفره یا اون چیش میگم اون معرکه قاجار رو جمع کرد، از نظر جامعه شناسی اگر شما برید تحقیق کنید بررسی کنید، جامعه ایران به شدت خرافاتی و به شدت مذهبی خرافاتی بودن در دوره قاجار. اما زمانی که رضا شاه میاد و حکومت رو به دست میگیره، با کارهایی که انجام میده و با نگاه به ایران شهر و به ایران باستان مخصوصا، به اساطیری مانند فردوسی وقتی ایشون روی میکنه و اینو میاره توی دستور کار حکومت قرار میده، ظرف 16 سال از همون جامعه خرافاتی مذهبی افراد بسیار بسیار بزرگی تعلیم میبینن، آموزش میبینن، روی کار میان که در دوره شاهنشاه آریامهر ایران رو میسازن. یعنی ما این تجربه رو توی همین تاریخ معاصرمون داریم که با سیستم آموزش درست، با نگاه درست حکومت، خیلی راحت جامعه ایران رو میشه توی اون مسیری که باید بیاری آورد. اون کار به قول من بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و آموزش درست از مهد کودک ها تا مقاطع مختلف تحصیلی و صدا و سیما و رادیو تلویزیون و امثال همه که باید انجام میشه، که قطعا انجام میشه. اما یک اتفاق دیگهی که بسیار بسیار خوشاینده برای کشور ایران، میدونید چه دوستان؟ جمهوری اسلامی حاصل 1300 سال خرافات در ایران بوده. یعنی 1300 سال این خرافات در ذهن جامعه، در بطن جامعه، در تک تک سلول های آدم های این جامعه این خرافات نفوذ کرد و مردم ایران رو مسخ خودش کرد. همون چیزی که من گفتم، ما ایرانی ها خیلی دوست داریم دروغ شیرین رو خیلی دوست داریم. حالا با اومدن جمهوری اسلامی، یعنی 1300 سال خرافات و مزخرفات و مذهب و امثال هم رو تلمبار کنید، یک قده ای از این بیرون اومد به اسم جمهوری اسلامی که الان این قده سر باز کرده و با رفتن جمهوری اسلامی من به شما این قول رو میدم که تمام این مزخرفات به اسم دین و خرافات و امثال هم از جامعه ایران حداقل برای مدتی رخت بربنده و خواهد رفت. همین امروز شما در جامعه دارید میبینید دختر پسرهای نسل دهه 70، دهه 80، دهه 90 رو دارید میبینید. این آدم ها با دهه 60 ها با دهه 50 ها زمین تا آسمون فرق کنن، اصلا یه چیز دیگر، یه موجود دیگر. چرا؟
چون جمهوری اسلامی اون 1400 سال رو یا 1300 سال رو خلاصه کرد و ظرف 43 سال به ملت ایران تحمیل کرد و هر چیزی که تحمیل بشه به یک ملتی مطمئن باشید با فشار چندین برابرش از ملت عبور میکنه. متأسفانه چرا من گفتم باید با آموزش صحیح از مهد کودک ها اینا رو درست کرد؟ برای اینکه این دوره‌ای که جمهوری اسلامی سرنگون میشه و تمام این مزخرفات دین و مذهب و خرافات مذهبی از ایران خارج، یعنی حداقل از ذهن جامعه ایرانی خارج میشه، بعد از یه مدتی دوباره اینها نتونن در جامعه بقول معروف رسوخ کنن، اینها نتونن امکاناتی داشته باشن. میدونید چرا؟ دوستان خیلی ها امروز روی سکولار بودن آینده ایران پافشاری میکنن، میدونید چرا؟ برای اینکه این دکان خرافات بعد از یک مدتی دوباره برگرده. شما وقتی بگی من یک ایران سکولار میخوام یعنی چی؟ یعنی آخوند باید بره تو مسجد. وقتی آخوند بره توی مسجد چه اتفاقی میفته؟ همون اتفاق 57 میفته. آخوند دوباره یه سری آشغال رو جمع میکنه، ذهنا رو میشوره، دوباره برعکس، دوباره همون اتفاق میفته. اینجا حکومت سکولار برای ایران سمه، برای ایران زهره. چون ایرانی که 1300 سال تاوان یورش تازیان رو داده با گوشت و پوست و ذره ذره خاکش، این چیزی که به اسم سکولار دارن الان مد میکنن، این میخواد بعد از یک مدتی اتفاقا این خرافات رو بیاد کلاسه بندیش کنه، بیاد مدیریتش کنه، بیاد بگه آقا آخوند حق داره بره توی مسجد هر غلطی دلش میخواد بکنه بکنه، دولت حق نداره به این آخوند بگه چرا. فریب بعدی اینجاست. دیدید دیگه الان خیلی مد شده دیگه، آقا حکومت ایران باید دموکرات سکولار باشه. این بزرگترین ضربه خواهد بود بحث سکولاریسم، که امیدوارم یه روزی موفق بشیم دکتر سروش مهراد و حالا جناب مهربانی و دوستان جمع باشن در این مورد سکولاریسم که بسیار خطرناکتر از جمهوری اسلامیه، حتما برنامه بذاریم، حتما گفتگو کنیم و بدونیم که این کدواژه ها یا این کلیدواژه ها چه چیزی رو دارد توی ذهن جامعه آماده میکنه برای فردای عبور از جمهوری اسلامی و چند سبا بعدش که دوباره قدرتمندتر این مزخرفات بخواد توی جامعه نفوذ کنه. ما ملت ایران احتیاجی نداریم به یک آخوند بی سوادی که بیاد بره توی مسجد حکومت کنه برای خودش. وقتی شما میگی سکولاریسم جدایی دین از دولت و هیچ کاری هم اینها هم نداشته باشن، یعنی این که آخوند توی مسجد هر غلطی دلش خواست بکنه بکنه، آزاده. درسته تو حکومت دخالت نمی کنه، چیزی که الان شما دارید توی فرانسه میبینید، توی آمریکا میبینید و همسال هم، مذهب توی حکومت دخالت نمی کنه، اما مذهب پشت حکومت داره به ملت پاک حکومت میکنه. شما دیدید دیگه هر رئیس جمهوری یا هر نخست وزیری که به یه مقام میرسه اولین سوگندش قبل از پرچم اون کشور به کتاب مقدسشونه. خب این یعنی دخالت دین در حکومت میگه. و بعد میاد توی جامعه، شما میبینید الان مثلا توی غرب، توی اروپا کلیساها قدرتشون اگر کمتر از حکومت نباشه، بیشتر از حکومت نباشه، کمتر از حکومت نیست. حالا شما این کلیساهای رنسانس گذشته مردم آگاه رو بیایید با آخوندهای گرپیتی و تازی و انیرانی با اون مزخرفاتی که امروز دارید میشنوید، شما فکر کنید اینها بخوان یک اختیار قانونی داشته باشن برای این مزخرفاتشون. همه این اتفاقات زیر حکومت سکولاره که بزرگترین خطر بعد از جمهوری اسلامی ایران رو تهدید میکنه اسمش سکولاره. حتی قبل از فدرال سکولاره که برای ایران خطرناکه. خیلی خیلی این نکته مهمه. ولی گفتم جمهوری اسلامی حاصل 1300 سال خرافات بود و این گده چرکین سرش باز شده و این عفونت بعد از رفتن جمهوری اسلامی مطمئن باشید از تک تک سلول های جامعه ایرانی بیرون خواهد اومد. فقط نباید اجازه داد که دوباره این حکومت این گده برگرده به چرخه زندگی مردم. و این اسم کد واژه سکولاریسم بفهمید.
سپاس از شما جناب قاسمی برای توضیحاتتون. دوستانی که دوست دارم مایک بگیرن، سوال دارن از مهمونای برنامه میتونن مایک بگیرن. آقای قاسمی، من دو تا سوال دارم از شما، فکر میکنم مهم باشه. یکی این که خب تو این سالها من برنامه های شما رو نگاه کردم، یکی از تأثیرات بسیار زیادی که به من گذاشته این بوده که خطوط فریب رو میتونم تشخیص بدم. شاید قبل از اون، خب ما میومدیم تو فضای مجازی، خودم رو میگم، خیلی نمیفهمیدم که کی داره فریب میده، چون خطوط فریبی هم که دارم خیلی پیچیده است، نمیتونی بفهمی، با لباس پادشاهی خواهی بزن میان و بعد میفهمی که فریب بوده. شما یه تریک هایی میدادین تو برنامهاتون که این خطوط فریب رو ما بتونیم تشخیص بدیم. از نظر من یک پادشاهی خواه راستین باید بدونه که کجا خطوط فریب هست، مقابل اون جریان وایسه و کنارش قرار نگیره. این اولین سوال منه از شما، اگر میخواین راجع به این خطوط فریب بگیم و بگیم پادشاهی خواهان چگونه بفهمن که مثلا فلان شخص داره فریب میده یا اینکه نه داره درست میگه. سپاس از شما. بله سپاسگزارم. خب شما این سوالی که پرسیدین، من یعنی یه جورایی باید خلاصه حداقل 7-8 سال برنامه ها رو بیایم توی مدت کوتاهی اینا رو مطرح کنیم. خب این یه چیز غیر ممکنه، ولی من یه جوری دیگه اینو پاسخ میدم. قبلا توی اسپیس شما هم گفتم، توی برنامه های رستاخیزم هم من هم جناب کمالپور بارها در این باره توضیح دادم. اولین کاری که ما مردم ایران، در ابتدا مردم ایران و بعد اکتیو های مخالف جمهوری اسلامی در سامانه پادشاهی، اولین مطلبی که ما باید به قول معروف بهش برسیم یا بهش باور پیدا کنیم یا در موردش تحقیق کنیم، اینه قبل از همه چیز که ببینیم اون طرف مقابلی که حالا اومده روز میکروفونی داره، برنامه‌ای داره، 4 نفر درود بهش میگن، 5 نفر نمیدونم بدرود بهش میگن، یا به هر حال یک صدایی داره، یک امکانی داره، اول باید ببینیم این شخص فعال سیاسیه یا مبارز سیاسیه. این در مرحله اول. یعنی چی فعال سیاسی؟ کیه دوستان؟ فعال سیاسی کسیست که بر اساس منافع شخصی خودش جهت عوض میکنه. اینو بهش میگن فعال سیاسی. یعنی چی؟ یعنی طرف اگر امروز مثلا برنامه نداشته باشه در هیچ تلویزیونی، در همین فضای مجازی باشه، فیسبوک و اینستاگرام و همسالها، میاد صحبتش صحبت ملت ایرانه، آقا فریاد باید جاوید شاه باشه، رضا شاه روحت شاد باشه، نمیدونم، و از توی این مسیر داره حرکت میکنه، خب یه سری افراد رو هم جذب خودش میکنه. اما اگر دیدید این شخص اول اسم خودش رو گذاشت فعال سیاسی و بعد بنا به مصلحت و منافع خودش یه تلویزیونی بهش رسانه داد، گفت آقا شما بیا توی تلویزیون من 10 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت برنامه داشته. اگر رفت توی اون تلویزیون و شروع کرد به مماشات با اون صاحب تلویزیون یا شروع کرد به مماشات با اپوزیسیونی که برخلاف ملت ایران صحبت میکنه، یعنی چی؟ یعنی اگر شخصی آغاز برنامهش با جاوید شاه بود، مثلا پایان برنامهش با جاوید شاه بود، اگر رفت در تلویزیون شهرام همایون که خط قرمزش جاوید شاهه و برنامهش رو شروع کرد، با جاوید شاه تمام نکرد، با جاوید شاه شروع، یعنی اون آدم قبلی نبود و شما حس کردید که این داره یه سری خطوط قرمز رو رعایت میکنه، این آدم اسمش فعال سیاسیه و در مسیر مبارزه باید ازش عبور کنید. هر کسی میخواد باشه. شما خاطرتون هست یه آقای خسرو صمدی بود در فیسبوک و همسال هم دیدید دیگه، همتون دیدید شنیدید، کارش به جایی رسید که وقت شهرام همایون بهش برنامه 1 ساعته داد، نه تنها جاوید شاهاش قطع شد، بلکه در اون برنامه حملاتش به خاندان پهلوی و مخصوصا شاهزاده هم بیشتر شد. چرا؟ چون منافع شخصی این شخص این بود که آقا من 1 ساعت در تلویزیون شهرام همایون برنامه دارم، بنابراین باید زیر بلیت شهرام همایون باشم
وقتی رفتی شما زیر بلیط شهرام همایون، دیگه نمیتونی مدعی به قول من سخنگویی یا مدعی اپوزیسیون بودن جمهوری اسلامی در شاخه پادشاهی باشی، چون خط قرمز داری، چون منافع شخصیت ارجحیت پیدا کرده به منافع ملی. ما از این نوع آدم ها زیاد داریم. مثلا آدم هایی هستن توی همین فضای مجازی که حالا بخششون رو بانو صادق شما قبول دارید، من دو تا قبول ندارم. آدم هایی هستن که میان میشینن آقا یه روز با حشمت الله تبرزدی بگو و بخند و نمیدونم قربونت برم و بیارش تو برنامه و فدات بشم و خب فردا با شهرام شارلاتان همین داستان رو داره. پس فردا با اقدس پشکویی، اقدس پشکویی چری که تروریست فدایی خلق با نام جلی ویکتوری آزاد که همه تو میشناسیمش، یک تجزیه طلبه به تمام معناست، یک ایران ستیزه به تمام معناست. اگر کسی اومد گفت من احترام ویژه‌ای برای خانم ویکتوریا آزاد دارم به عنوان یک مبارز سیاسی و شروع کرده به مماشات با این شخص، شما باید روی اینو یه زبدر قرمز با یه دایره بزرگ بکشید. اگر میخوای موفق بشی تو کاری که داری انجام میدی، حداقل در اندازه خود، یعنی هر کدوم از ما باید این رو اینو حداقل توی سرلوحه کار شخصیمون داشته باشیم. در کار سیاسی هم دوستان، به هر شخص یک بار بیشتر فرصت ندید، یک بار. اگر دیدید یه جریانی، یک شخصی، یک مجموعه‌ای، نمیدونم هر چیزی یک بار اشتباه کرد، اون اشتباهش باید پایان کار اون شخص باشه. این در جوامع مختلف غربی هم همینه. شما سیاست مداری سراغ نداری که یک بار دو بار اشتباه کرده باشه مجدداً به اون شخص بخوان اعتبار بدن. ما متاسفانه تو اپوزیسیون هم اینجوریه، طرف مرتب اشتباه، اسمش اشتباهه اما من میگم اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه، باز یه سری دوستان هستن که به این افراد بها میدن. ببینید اشتباه شخصی هر کسی ممکنه به منافع شخصی خودش آسیب بزنه، این قابل گذشته، قابل بخششه، یا حتی اصلا نبخشش هم مهم نیست، چون اون شخص به خودش ضرر زده. اما در کار مبارزاتی وقتی یک شخصی میاد یه سری آدم رو به هر دلیلی با زبان، با نمیدونم هر چیزی یه سری آدم رو جذب خودش میکنه، اشتباه این شخص یعنی مرگ و زندگی اون آدم ها که حالا داخل ایران هم هستن. مثلا کسی مثل شهرام شارلاتان میاد چیکار میکنه؟ میاد شماره واتساپ، شماره تلفن موبایل میذاره، میگه آقا به واتساپ من ویدیوهاتون ارسال کن. میدونید چرا این کار رو میکنه؟ فکر میکنید شهرام همایون عقلش نمیرسه تلگرام بذاره؟ فکر میکنید عقلش نمیرسه با ایمیل واسش بفرستن؟ چرا شماره واتساپ میذاره؟ فقط به یک دلیل دوستان، که اون مبارز داخل ایرانی که میره پرچم آویزون میکنه، میره شعار نویسی میکنه یا هر کاری در داخل ایران انجام میده، میخواد ویدیو رو برای شهرام همایون بفرسته یا شعار رو برای شهرام همایون بفرسته یا یک مطلبی برای شهرام همایون بفرسته، مجبور با واتساپ براش ارسال کنه. وقتی با واتساپ ارسال میکنه، شماره موبایل اون طرف اون بالاست، چون واتساپ یوزرنیم نداره، یعنی طرف باید باشه واتساپ خودش ارسال کنه یا با واتساپ دوستش ارسال کنه. هر کدوم از اینها شماره تلفن طرف دست شهرام همایون. پس اشتباه شهرام همایون رو نمیتونیم توی مسائل بعدی بگیم حالا اون روز اشتباه کرده، اب نداره، بذار یه بار دیگه بهش اعتماد کنیم. اشتباهی که ماها، اعتمادی که ماها به شهرام همایون میکنیم مثلا، باعث میشه که اون جوونی که داخل ایرانه یا اون دو شیرزنی که داخل ایران داره مبارزه میکنه اون گیر بیفته، تابان اعتماد اشتباه ما مجدد رو اون جوون داخل ایران داره میده. حالا بیاید تو قسمت های دیگه در جریان فرشگرد، همه دوستان شاید شاهدش باشن، 3 سال پیش که فرشگرد اعلام موجودیت کرد، یک مانیفستی داد بیرون، مانیفست بسیار وطن پرستانه بود، بسیار وطن پرستانه. خب ما مانیفست رو مطالعه کردیم، افراد فرشگرد رو دعوت کردیم در برنامه همون هست، روی برگه های دستخیز هست، هم امیر حسین اعتمادی، همون یارو فشندی بود دادم کی بود، همون خانم میترا جشنی و یکی دو تا دیگه شون. توی اون برنامه گفتیم خانم ها و آقایون فرشگرد، خط قرمز شما کجاست؟ گفتن مانیفست ما. گفتیم بسیارم عالی. اما بعد از یه مدتی دوستان،
یه تعداد از بچه‌هایی که داخل ایران بودن، شعار نویسی می‌کردن، ویدیو نویسی، دیوار نویسی می‌کردن و می‌فرستادن، اینها به گونه‌ای به فرشگرد گرویدن. اونم فقط به یه دلیل. دلیلش این بود که حالا فرشگرد زمانی که اعلام موجودیت کرد، از سمت شاهزاده رضا پهلوی به گونه‌ای حمایت شد، همتون می‌دونید. و اون حمایت باعث شد بخش‌هایی از این جوان‌ها به سمت فرشگرد برن. رفتن این جوان‌ها به سمت فرشگرد همانا و تا همین الانی که من دارم با شما وایس‌های بسیاری از این دوستان رو دارم که حالا تو مرخصی‌هایی که اومدن خبرایی که به ما دادن، خانومی به اسم خانم میترا جشنی اطلاعات این افراد رو به جمهوری اسلامی فروخته بود و بسیاری از اون جوان‌ها همین الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم در زندان اوینن و در زندان‌های مختلف ایران. خب حالا اگر من بیام، من سعید، خب ما اومدیم تو رستاخیز سیمانگی افشاگری گذاشتیم پرونده فرشگرد رو بستیم، اینم هست. حالا اگر من بیام مجدد بخوام به این مجموعه اعتماد کنم یا بهشون بها بدم، در حقیقت دارم خیانت میکنم به اون نیروی مبارز داخل ایران. پس این بخش اولین حرکت اینه که بدونی طرف فعال سیاسیه یا مبارز سیاسی. مبارز سیاسی اگر توی فیسبوک باشه حرفشو میزنه، توی بی بی سی باشه حرفشو میزنه، تو رژیم اینترنشنال اگر خدای نکرده یه روزی بره حرفشو میزنه، تو بی بی سی شم بره حرفشو میزنه، کوتاه نمیاد، تو خیابون هم تجمع ببینه میره حرفشو میزنه، این اسمش مبارز سیاسیه. ولی کسی که من فعال سیاسی هم و هر تو هر رسانه‌ای رفت رنگ عوض کرد، این اصلا قابل اعتماد نیست، این اصلا دیگه نیاز به شناختن نیست. شما ببینی آقای سعید شمیرانی، شما یه روزگاری در تلویزیون شهرام شارلاتان بودی یه حرفی می‌زدی، یه روزگاری در تلویزیون حقا بودی یه حرفی می‌زدی، یه روزگاری در تلویزیون آریان وطنخوار بودی یه حرفی دیگه می‌زدی. خب همه این اتفاق‌ها و عملکرد شما زندگی چند صد ایرانی در داخل ایران نابود کرد، آقای شمیرانی یا آقای آریاست بابن یا آقای رضا زرابی. شما وقتی میایید اون اتحاد شوراها و استانها رو یادتون هست دیگه، وقتی شما اون سیرک اون مسخره بازی رو انداختی که آریاس و باوند با پرچم میخواد بره داخل ایران با یارو سیاوش امانیه، شما میدونی چند تن از مبارزان داخل ایران رو گیر اطلاعات سپاه انداختی؟ حالا من بیام چرا به شما دوباره اعتماد کنم؟ من نه تنها نباید به شما اعتماد کنم، بلکه باید دو تا زبدر قرمز رو بزنم و تا اونجایی که میتونم افشاگری کنم در مورد امثال شما که جوانای داخل ایران دیگه فریب شما رو نخورن. ایراد کار ما بانو صادقی اینجاست، این زمان 57 زابطه رابطه جاش رو با زابطه گرفته. یعنی چی؟ یعنی بانو صادقی از سعید قاسمی مثلا خوشش میاد، برنامه‌هاشو گوش کرده، دوست داشتنیه، سعید قاسمی مرتب باید بیاد مثلا تو رسانه ایشون صحبت کنه. اما اگر از آقای ایکس خوشش نمیاد به هر دلیلی، آقای ایکس نه، زابطه و رابطه. کاری که اتفاقی که سال 57 افتاد، اردشیر زاهدی میشه داماد شاهنشاه، داریوش همایون قدرت الله همایون میشه داماد اردشیر زاهدی، بعد هم قدرت الله همایون به شاه پادشاه ایران خیانت میکنه، هم اردشیر زاهدی و دیگرانشون. بنابراین این خیلی مهمه که اگر کسی اومد اولین چیزی که گفت من مبارز سیاسی ام، خطو مزر مبارز سیاسی نه تعارف داره نه شوخی داره و مماشات داره و هر خدایی هم پاد باشه، دنبال مبارز سیاسی میشه رفت، میشه بهش اعتماد کرد تا جایی که حرفش عوض نشد. هر زمان حرفش عوض شد پرونده شد. اصلا خود کی رو شما میگم، هر کسی رو که اصلا خود سعید قاسمی باشه، هر کی دیدید حرفش عوض شد پرونده شو که میبندید ایش بر علیهش هم باید افشاگری بزنید. مطلب پایانی کوتاه، کسی که اومد بر علیه خواسته مردم داخل خیابان صحبت کرد، یعنی چی؟ یعنی اگر مردم اومدن گفتن رضا شاه روحت شاه، اون شخص اومد و اون خواسته رو سانسور کرد، بر علیه اون خواسته موضع گرفت، این آدم بو میده. نمونهش مهدی میرقادری، دیدید دیگه، شنیدید، حتما دیدید. همین الان برید شما توی برنامه هاش با اون سعید سکویی و سید حمیدرضا موسوی نژاد و آخونده بچه آخونده، برید ببینید چه توهینایی خواندار پهلوی میکنن، برید ببینید چه توهینایی به شاه دخت و بانو یاسمین و خود شاهزاده رضا پهلوی انجام میدن. خب این شخص تا 3 ماه پیش پادشاهی خواه بود، مگه نبود؟
مگه نبود پادشاهی خواه؟ چه اتفاقی افتاد که رنگ عوض کرد؟ اتفاق اینه، اونجایی که منافع شخصی میچربه، یعنی سپهریزه موسوی نژادی میاد وسط، آقای قیرمادری بله چقدر پول میخواد؟ حالا یه 2000 تا 10000 تا هر چقدر. آقا این 2000 تا برو حمله کن به رضا پهلوی، ایشون هم با کله سمن و تار دیدید دیگه داریم. وقتی دیدید طرف راشو کش کرد، دوستان نه تنها رهاش کنید بلکه بر علیهش موضع بگیرید. ما یک جا باید تکلیفمون رو روشن کنیم. شمایی که اسم خودتو میذاری مبارز سیاسی، دیگه فقط بحث شخص خودت نیست، شما داری از سمت یک جامعه ای صحبت میکنی که اون جامعه حقش نیست از اپوزیسیونی بخوره که این اپوزیسیون پشت نام خاندان پهلوی و پشت نام پادشاهی قایم شده. و من و شمایی که میدونیم جریان اونها چیه، یا سکوت کنیم یا در مقابلشون مماشات کنیم یا همچنان حمایتشون کنیم. سعید سکوی چه حمایتی داره من از این شخص بکنم؟ ایشون چه توهینایی دیگه به خاندان پهلوی نکرده؟ یا اون یکیش یا اون یکیش یا اون یکیش. بنابراین اینا خیلی مهمه که دوستان، حالا حداقل چیزی که ما تو سفید سیمرغ سالیان سال در موردش صحبت کردیم همینه. جناب کمالپور شما هم یه الان ازش سوال کن، بگو آقا این سعید قاسمی کوچکترین کجراهی توی مسیرش بره شما چیکار میکنه؟ سالیان سال هم با هم دوستیم، ولی تو مسیر مبارزه دوستی مماشات یعنی خیانت یک، و دو تو مسیر مبارزه اشتباه هر شخص انقدر بزرگ هست که شما نتونی ببخشیش، چون اشتباهه. کسی که در مسیر مبارزه دارای تریبون میشه، دارای جایگاه میشه و یه تعداد آدم دورش جمع میشه، این شخص اگر اشتباه کنه مثل راننده اتوبوسی میمونه که 50-60 مسافر رو با یک اشتباه میفرسته ته دره و زندگی اون شخص مسافر که خاتمه پیدا میکنه هیچ، خانواده های اون شخص مسافر هم زندگیشون نابود میشه. خب اینو نمیشه اسمی گذاشت اشتباه. این خیلی مهمه. ببخشید طولانیشو بفرمایید. من یه مطلبی رو بانو صادقو ببخشید. بله بفرمایید. چون پرسش شما خیلی مهمه، من یه قسمت دیگه ای رو هم عرض بکنم چون برمیگرده به صحبت‌های رابطه با تیم ترور اسرائیل. اینکه خطوط فریب کجاست ما باید اینا در نظر بگیریم. جمهوری اسلامی آموزش دیده از روز اول از سال 57 موازی سازی کنه. موازی سازی یعنی چی؟ یعنی موقعی که یک اتفاقی در داخل کشور میفته و مردم میان کف خیابون، همزمان به صورت موازی مواردی رو طراحی میکنه و میریزه بیرون که این انسجام تفکراتی رو از مردم بگیره. ما نگاه میکنیم میبینیم در یکی از مهمترین چیزهایی که در دهه اخیر رخ داده دیگه، 19 دی ماه 95 اعلام به درک واصل شدن هاشمی رفسنجانیه. حالا یکی دو روز سه روز بعدش هم که گفتن نعششون میخوام بکنن زیر قاک. حالا اینکه دروغ و راست و اینا همه چیزش به کنار، اخبارش برای اینکه اون جو متشنج طرفداران هاشمی رو به ناکجا آباد بکشونن، وردارن پرت بکنن از ماجرای مرگ، مردم رو منحرف بکنن، فریب بدن، بندازن تو تله، چیکار کردن؟ در 30 دی کمتر از، یعنی به هفته مراسم هفته رفسنجانی نرسید، 30 دی ساختمون پلاسکو رو ریختن پایین، یه تعداد انسان بیگناه و آتش نشان و اون زیر دفن کردن که بتونن این با این فاجعه جلوی یک فاجعه دیگه ای رو که طرفداران هاشمی میخواستن رقم بزنن و بگیرن و سرکوبشون کنن. این میشه موازی سازی. بعد برای اینکه این فاجعه رو خواسته باشن سرپوش بذارن، میان در 25 اسفند، این طورا بود تو اسفند ما بود، کشتی سانچی رو میبرن زیر آب. ببینید یکی از بحثایی که هست، چرا باید در این شرایط بگن یک سپاهی در ایران توسط اسرائیل ترور شده؟ مردم رو میترسونن، میگن ببینید نیروی دشمن تا تو خاک اومده داره آدم میکشه، ما اگه نباشیم شماها کشته خواهید شد. چرا تو این شرایط مایک پامپو باید بره
اردوگاه مجاهدین، جمهوری اسلامی بگه ببینید اگر ما بریم قرار اینها رو بیارن رو شما سوار کنن. چرا باید در یک همچین شرایطی که همه ما میدانیم قوانین فیفا جدای از قوانین دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی جهانی است و اجازه نداره هیچ حکومتی در کار فیفا دخالت بکنه، در کار فدراسیون فوتبال کشورش دخالت بکنه. اگر دخالت بکنه فوتبال اون کشور محروم خواهد شد. اینو قطعا همتون بهترم من میدونید. چه اتفاقی باید بیافته که بازی تدارکاتی جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران 3.5 ماه پیش اعلام شده که با کانادا میخواد بازی تدارکاتی انجام بده، بعد امروز حامد اسماعیلیون میاد تجمع میذاره با پرچم همجنسگراها؟ این حامد اسماعیلیون اصلا کیه؟ صرف این که فقط زنش و بچهش تو هواپیمای اوکراینی بودن کشته شدن؟ نه، همین آقای اسماعیلیون در سال 96 و 98 ککش نگزید جوانای ما کشته شدن کف خیابون، اصلا کسی نمیشناختش. که همین آقای اسماعیلیون که یکی اومده بر من کامنت گذاشته تو توییتر که ایشون با ویزای کار رفته، دروغ محض میگه، چون اول با بورسیه رفتش توی کانادا درس بخونه و خودش تو مصاحبهش هم اعلام میکنه و در زمان تحصیل اونجا تبدیل میشه به نیروی کار و ویزای کار، مثل هزاران نفری که در اروپا این کارو میکنن. طرف میاد اینجا بورسیه میگیره، فوق لیسانس بگیره، دکتراشو بگیره، میره تحصیل، در حین تحصیل کارم میکنه، اواخر تحصیل میگه آقا حالا به من ویزای کار بده، درخواست میده، چون اینجا مدرک تحصیلی همین دانشگاه رو در آلمان یا در دانمارک، سوئد، هر کشوری داره ویزای کار میدن و بعد با ویزای کار میمونه. ولی الان بحث افرادی مثل اسماعیلیون جریان سازیه، یعنی موازی سازی با حرکات مردمی در داخل کشور، که تفکر من ایرانی که خارج از کشور نشستم و وظیفم اینه که بیام از مردم داخل دفاع کنم، منحرف کنن به سمت اینکه اسماعیلیون اومده گفته تیم فوتبال نه، آره دمش گرم، بیا از اون دفاع کنیم. آقا به من چه ربطی داره؟ اصلا کار سیاسی حق دخالت در امور ورزشی نداره. چرا؟ چون منعش میکنن. پس وقتی اسماعیلیون میدونه که من میشه، داره جریان میسازه، یکی پشتشه میگه جریان رو ایجاد کن. اینجاست که فریب، اون خطوط فریبی که بانو صادق شما مد نظرت هست یکیشه. یکی این که وقتی یک فردی رو ما میشناسیم، مثلا کیو بگم، حسن شریعت نداری، میشناسیمش که این دشمن ایرانه، میخواد بیاد یه جا صحبت کنه، من چرا باید برم با اون هم صحبت بشم که به چالش بکشمش؟ یا باید باهاش مناظره بذارم لهش بکنم، یا اگر نمیتونم لهش بکنم برم اونجا بهش مشروعیت دادم، چون اون اتاقی که حسن شریعت مداری هست شلوغ میشه، صحبتاش بیشتر شنیده میشه و فکر میکنن که مخاطب زیادی داره. اینجا اون خطوط فریبه که چه کسی در چه شرایطی در کجا هست. امیر عباس فخرآور وقتی در روم در کلاب هاست هست، فکر میکنید واقعا 1000 نفر، 2000 نفر، 10000 نفر میرن صحبتاشو گوش میکنن؟ نه، جریان میسازن براش که بتونه فریب بده، تا بتونه مردمی که فریب خوردن رو ببرن اونجایی که سیستم امنیتی میخواد پیاده کنه. بفرمید. یه دوستی در دایر گفتن که مطرح کنین که ما انقلاب کردیم، چه اشتباه کردیم، از همه شعارا بهتره. دوست گرامی، من اینجاست نظر خودم میگم، مردم هر شعاری دوست دارن میدن، ما که نمیتونیم تو دهنشون بذاریم، ولی من با این شعار مخالفم. الان دیگه شعارها باید از رضا شاه، روحت شاه، شاهنشاه، آریامهر که اینا بهترینه، باید بیاد به رضا شاه دوم، شهبانو، چون ترس جمهوری اسلامی، تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه با عکسای رضا شاه دوم، با عکسای شهبانو فرای پهلوی در ایران شاه خودشون رو صدا بزنن. همونجور که رویتر هم اعتراف کرد که، یعنی به گوشش این دفعه رسید و
اعتنادار گفت که مردم در ایران شاه و صدا میزنن. این مهمه. من با این سخن شما مخالف. درود بر شما. درود دارم خدمت همه هممیهنان عزیز، جناب قاسمی، جناب کمالپور و همه شرکت کنندگان در این نشست، و درودی دارم بر ایرانبان رضا شاه دوم، شاهنشاه پهلوی. خدمتتون عرض بکنم که گفتنی ها رو بسیار دقیق و بسیار آموزنده دوستان مطرح کردن. خواستم یک فرصت کوتاهی داشته باشم. همونطور که میدونید ما دشمن زیاد داریم و متاسفانه این افراد هم فکر میکنن که خیلی فضا خالیه، هرچی دلشون بخواد میگن. یکی از این افراد علی افشاریه. اگر این اجازه رو داشته باشم فقط در دو سه کلمه من پاسخ ایشون رو بدم که فکر نکنن فردا روزی حتما تحلیلگر تاریخ هم خواهند شد ایشون، اینطور که داره پیش میره. ایشون یه توییتی زدن که حتما دوستان دیدن. من به اینکه انگیزشون چه هست حتما دوستان بیشتر اشراف دارن، فقط جمله اولش رو در اصل باز میکنم. ایشون نوشتن که نو سلطنت طلبان به تحریف تاریخ روی آوردن. اولا آقای افشاری، سلطنت طلبان مثل شما و امام راحلتون نو نیستن و 40 ساله نیستن، 2581 سال قدمت دارن. اگر شما منظورتون نو سلطنت طلبان کسانی هستند که به این جرگه سیاسی میپیوندند، این بسا جای خوشحالی برای هواداران سامانه پادشاهی که روز به روز به این حقیقت جامعه ایران بیشتر پی میبره و حتما شما از این بابت بسیار در مضیقه قرار گرفتید. اما بپردازیم به این که تحریف تاریخ. از اونجایی که من هم با تاریخ کار میکنم هم ارادتمند سامانه پادشاهی هستم، به این دو دلیل به خودم گرفتم و لازم دیدم که یکی دو نکته رو براتون روشن کنم. اولا کدام تاریخ؟ اگر منظورتون تاریخ باستان ایرانه، زمانی که شما پاسدار دانشجو بودید که طبق گفته خامنه‌ای تاریخ باستان ممنوع بوده در دروس دانشگاهی و دبیرستانی، و من فکر نمی کنم شما بضاعت بسیاری داشته باشید یا زیادی داشته باشید در رابطه با تاریخ باستان. حدس میزنم، گمان میکنم که شما در مورد تاریخ معاصر این موضوع رو مطرح میکنید که نو سلطنت طلبان تاریخ رو تعریف میکنن. شما از روزی که امامتون آمد به ایران تا همین لحظه‌ای که دارید این صحبت رو میکنید، هر منبعش رو، هر بخشش رو، هر گوشش رو که خواستید می توانید یکی از سخندانان و تاریخدانان سامانه پادشاهی رو انتخاب کنید، پاسختونه بدن در یک مناظره. اما اینکه شما یک تنه برید و به قاضی و خوشحال برگردید و فقط با یک توییت بخواید سر و ته قضیه رو هم بیارید، یه مقدار در دوره ما قابل پذیرش نیست. اما اجازه بدید یه نکته رو بهتون بگم. تاریخ گرانبهاست اما زندگی گرانبهاتر است. بیسوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمیتوانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی هستند که نمیتوانند آموخته‌های کهنه و بیپایه رو دور بریزند و دوباره و مستدل بیاموزند. مشکل بیسوادان عصر ما شبیه به شما در این موضوعه. اریک فروم میگه که حکومتی که امکان ارضای نیازمندی رو به مردم نمیده، افرادی رو بار میاره که دارای نشانه های ناسازگاری و پریشانی ذهنی هند. چنین جامعه‌ای بیمار شده و برای درمان این امکانات باید فراهم بیاد. اریک فروم میگه و به خودش مربوطه. امکان فعالیت خلاق، امکان داشتن هویت، امکان برقراری ارتباط اجتماعی بدون ممیزی، امکان جهتگیری یعنی انتقاد و دگراندیشی، داشتن یک چارچوب مرجع و درک بخردانه
تا فرد بتواند ریشه بگیرد. اینطور که از فهوای کلام ایشون برمیاد، واقعا به یه گلدون احتیاج دارن که در درجه اول ریشه بدونن و بعد تازه به مباحث دیگر ما بخوایم باشون وارد بشیم. اما آقای علی افشاری، میدونم که بالاخره صدا بهت خواهد رسید. در چشمان کسی که پرواز را نمیفهمد، هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد. از آنجا که سامانه پادشاهی حقانیت خودش رو خوشبختانه پس از این هزینه سنگین ملی توانسته به کار ببنده، پس شما مذبوحانه تلاش نکن، در همون جرگهی بگرد که جات هست و به موضوعی دخالت نکن که نه بضاعتش رو داری و نه سوادش رو. در پایان فقط این بیت رو هم بهشون تقدیم میکنم، بیت آشنایی است: آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. پاینده ایران جاوید شاه. یک بگونه دیگه باز کنم که بحث مهمی اتفاقا. اول من سپاسگزارم اندیشون، پوزش میخوام از شما بانو صادقی. اما میدونید جناب خلدپری جریان چیه؟ جریان اینها، ما تو رستاخیز سیمرغ چند سال پیش مرتب اینا رو باز کردیم. حتی دوستان اگر توی یوتیوب بزنم مستند چهارراه سرگردان، فکر کنم در چهار برنامه سه ساعته یا سه برنامه چهار ساعته ما اینا رو مستند مطرح کردیم و اسنادشو گذاشتیم. داستان از این قراره که جمهوری اسلامی، جان کمالپور تو بخش اول صحبتشون مطرح کردن که از آمدن از روزی که پیدا شد شروع کرد به موازی سازی در همه به قول معروف جریانات و سازمان ها و اتفاقهایی که در داخل ایران بود و موازی سازی شروع کرد به موازی سازی کردن تا همین امروزش. داستان اینها از این قراره که اینها علی افشاری، امیرحسین اعتمادی، نمیدونم رضا کیانی و سعید قاسمی نژاد، مسعود بومیکلایی، همه این آدم هایی رو که شما میبینید در یک بنیادی، از یک بنیادی حقوق میگیرن و برای یک بنیادی کار میکنن به اسم بنیاد دفاع از دموکراسی ها یا FDD که این بنیاد، من یه پستی هم همین دیشب فکر میکنم گذاشتم، این بنیاد دوستان وظیفه ابتدایی، یعنی اولین وظیفهش، حفظ منافع آمریکا. ما در قسمت فارس، در قسمت خاورمیانه و ایرانش رو میگم، در قسمت مختلف حکومت آمریکا این بنیادها شاخه‌های مختلف دارن، مثل انگلستان که انواع اقسام بنیادها رو داره برای استعمار و چپاول کشورهای دیگه. اینها اولین مأموریت این بنیاد دفاع از منافع آمریکا در خاورمیانه و ایرانه. دفاع از منافع آمریکا. تا همین الانی که ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم دیگه بر کسی پوشیده نیست، سیاست آمریکا حفظ جمهوری اسلامی بوده به هر قیمت ممکن. یعنی چی؟ یعنی شما فکر کنید مزاحمین خلقی که خودشون آمریکایی کشتن در فاجعه 57 و قبل از اون، و جمهوری اسلامی که آمریکایی کشت، یعنی یک آمریکایی رو، یک شهروند آمریکایی، حالا چه نظامی چه غیر نظامی شو کشته در بمب‌گذاری مختلف، اینها با این آدم‌ها وارد معامله میشن برای این منافع بیشتر، یعنی پا میذارن رو مردم خودشون برای اینکه منافع مافیای پشت سرشون رو حفظ کنن. حالا این بنیاد کارش چیه؟ یکیشو گفتم حفظ منافع آمریکا. یکی دیگه از کارهاش تعلیم و آموزش نیروهایی تحت عنوان کارشناس مسائل نظامی، کارشناس مسائل اجتماعی، جامعه شناس، روانشناس، روانپزشک، نمیدونم تحلیلگر اقتصادی، تحلیلگر سیاسی و الی ماشاءالله برید تا آخر. حالا اینا رو برای چی این بنیاد هزینه میکنه و آموزش میده؟ اول اینو بگم، نیروهای فارسی زبان این بنیاد داره از شاخه مافیای سروس در داخل ایران تامین میشه. یعنی چی؟ یعنی شاخه اصلاحات، اصلاح طلبان، که در مورد اصلاح طلبان ما
اصلاحاتی رو گذاشتیم که اصلا پروژه از کجا شروع شد، برنامه سروس چی بود و ادامه داستان. شما در داخل ایران شخصی رو میشناسید به اسم سعید حجاریان که این سعید حجاریان تئوریسین اصلاحات در ایران مطرح شده یا معرفی شده. افرادی که از زیر دست سعید حجاریان به خارج از ایران اومدن همشون رفتن یا در رسانه‌های فارسی زبان مشهور شدن و بین‌المللی یا در دانشگاه‌ها بهشون کرسی‌های مختلف داده شد و یا خبرنگار مستقیم همزولوام شدن. مثلا شما یه عکسی رو حتما دیدید کنار خاتمی، معصوم قمی‌کلایی اونجاست، نمیدونم این یارو چند تا از این مجری رعنا رحیم‌پور و امثال اینها که الان توی بی بی سی و بعضی هاشون آنها میان توی ایران اینترنشنال و همسال هم هستن. شما تو اون عکس میبینید علی افشاری، امیر حسین اعتمادی، رضا کیانیان، سعید قاسمی نژاد و و و اینا عضو دفتر تحکیم وحدت هم. یعنی چی؟ یعنی اینها از زمانی که 9 سالشون بوده، 9 سال، این همون دفتریه که اشمت الله طبعزدی یکی از پایگزارانش هست، دقت کن، اینا زمانی که 9 سالشون بوده زیر نظر این جریان مدیریت شدن، آموزش داده شدن، اومدن تا یک مقطعی رسیدن و از اون یک مقطع اینها رو فرستادن به خارج از ایران. اکثرشون هم رفتن واشنگتن یا نیویورک. خب زمانی که اومدن در خارج از ایران کجا مشغول کار شدن؟ بخشی رفتن در بی بی سی، بخشی صدای آمریکا، بخشی در اندیشکده ها و بخشی هم در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی. اما همه این آدم ها از یک امکانات به خصوص برخوردارن و از یک منبع حقوق میگیرن. اون منبع کجاست؟ بنیاد دفاع از دموکراسی به اسم FDD. حالا این بنیاد مخصوصا در مورد ایران، پایه‌گذاری این بنیاد بر اساس اندیشه یک شخص صهیونیست، یک خانم صهیونیست یهودی است برند شفر. یعنی چی؟ یعنی به قول معروف اون پی این بنیاد، اون اندیشه برند شفر بنا شده اومده بالا. شما اگر بزنید توی گوگل کتاب های برند شفر رو پیدا کنید و بخونید، تو هم بیشترشون هم به فارسیه، از لای کتابی که باز میکنید بوی ایران ستیزی و تعفن و دشمنی با کشور ایران و ملت ایران رو حس میکنید تا زمانی که کتاب رو ببندید. خب این خانم یا این افراد در زمینی دارن بازی میکنن که مدیریت این زمین دست برند شفره. حالا میان چی کار میکنن؟ یکی دیگه از مأموریت های بنیاد، گفتم، آموزش این آدم ها و فرستادنشون به رسانه های مختلف. مثلا شما در رژیم اینترنشنال یا بی بی سی میبینی یک شخصی اومده به اسم علی افشاری داره چی کار میکنه؟ داره حمله میکنه به خاندان پهلوی، درسته؟ بعد در مقابلش یه شخصی رو دیگه میبینی به اسم امیر حسین اعتمادی که میخواد دفاع کنه از خاندان پهلوی. حالا ریشه این دوتا رو که نگاه میکنی میبینی جفتشون دفتر تحکیم وحدتی هن، جفتشون زیر بلیط سعید حجاریان هن، جفتشون توسط همین جریان اصلاحات صادر شدن به خارج از ایران و جفتشون در بنیاد دفاع از دموکراسی حقوق میگیرن. یعنی دوتا کارمند یک جریان. اما یکیش میشه جمهوری خواه، جمهوری اسلامی خواه، یکیش میشه پادشاهی خواه. وقتی شما توی مناظره این دوتا آدم میشیدی به عنوان یک بیننده که حالا داخل ایران نشسته، میبینی دفاع ضعیف و ناقص شخصی به اسم امیر حسین اعتمادی باعث میشه که حرف علی افشاری تو ذهن جامعه برنده بشه، یعنی علی افشاری برنده میشه. حالا اینجا رو دقت کنید، توی همین تیم مثلا رضا کیانی میشه چی؟ میشه پادشاهی خواه. سعید قاسم نژاد میشه پادشاهی خواه. علی افشاری و دوستانش میشن جمهوری خواه ضد پادشاهی خواه. از نظر علی افشاری نو سلطنت طلب هایی که مطرح میکنه این دوستان خودشن. یعنی اینها یک حلقه ای درست کردن که دارن تلاش میکنن این حلقه رو به عنوان اپوزیسیون به ملت معرفی کنن. کدوم حلقه؟ حلقه ای که پایش یا زیربناش بر اساس اندیشه یه شخصی است به اسم برند شفر. یعنی هم علی افشاری حقوق میگیره از بنیاد دفاع از دموکراسی ها FTD، هم امیر حسین اعتمادی حقوق میگیره،
هم رضا کیانیان حقوق میگیره، جالبتر بهتون بگم، هم محسن سازگارا حقوق میگیره، هم حسن شریعت مداری حقوق میگیره، هم فواد پاشایی حقوق میگیره، هم مسیح علی نجات حقوق میگیره. همه اینهایی که دارم بهتون میگم ما توی مستندات اسنادشو گذاشتیم. اصلا چارت بنیاد دفاع از دموکراسی رو به زودی یه برنامه جناب کمالپور میذاریم، این چارت رو میدیم بیرون. تمام تلاش این آدم ها اینه که بیان یک اپوزیسیون فیکی رو به ملت غالب کنن توسط رسانه ها که بگن این پادشاهی خواهی رضا کیانیانه. رضا کیانی، رضا کیانی که علی رضا کیانی یا رضا کیانی؟ علی رضا کیانی. ببینید خیلی جالبه، علی رضا کیانی میاد پست توییت میذاره روی توییترش و میگه اگر ایران تجزیه بشه کشور من مازندرانه. دیدید؟ حتما دیدید دیگه. آخه تو بیشرف چه پادشاهی خواه هستی؟ پادشاهی خواهی هستی که میگه اگر ایران تجزیه بشه تو باید بجنگی که ایران تجزیه نشه. بعد شما میبینید یک ائتلاف تشکیل میشه بین شورای مدیریت گذار، فرشگرد، حزب مشروطه، فواد پاشایی و اون جریان حمید سرهمزه، موسوی نژاد و اسماعیل نوریالا همسال. خب چجوری میشه یک پادشاهی خواه واقعی بیاد بر سر تجزیه ایران با یک کسی دست بیعت بده؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ فقط یک اتفاق. همه اینها دارن نقشی رو بازی میکنن که باید به اون هدفه برسن. من توییت گذاشتم، خانم برنده شپر همین چند روز پیش در مورد اتفاقات بازی تراکتور سازی و پرسپولیس، برید توییتش رو نگاه کنید، من رو صفحه خودم هست، همین یک دو توییت برید پایتر میبینید، صحبت از ملت آذربایجان میکنه، صحبت از تجزیه ایران میکنه، صحبت از ستم فارس ها بر آذری ها میکنه. خب آقای رضا کیانیان چرا خفه خون گرفتی؟ آقای سعید قاسمی نژاد شما چرا لال شدی؟ آقای علی افشاری چرا خفه خون گرفتی؟ چرا در مورد اربابتون برنده شفر همتون لال شدید؟ اینجا اونجاییه که ما باید به قول معروف چی بهش میگن، یه مثالی هست الان از ذهنم پرید، چی از چی تمیز بدونیم یا پاک کنیم یا جدا کنیم. پس بنابراین جناب خلفتری، منظور علی افشاری از نو سلطنت طلب که اتفاقا هم درست میگه دوستان خودشه، رضا کیانی اون رو میدونم، امیرحسین اعتمادی و امثال همون که دارید میبینید، اما از کلید واژه های اینا صحبت میکنن یا مسائلی رو مطرح میکنن که یک جامعه ای به بزرگی جامعه ایران رو در بر میگیره و کسی هم نیست پاسخشون رو بده. دقیقا شما درست گفتید، تنها کسی که پاسخ اینها رو در رسانه ها میده رفیق های خودشان که قراره یک پاسخی بهش بدن